أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الأطيبين الأطهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، وجعلنا من خير أنصاره وأوانه والمستشهدين بين يديه، وامنن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. بإنجا رسيدين كي امام سجاد سلام الله علیه در دعای ابو حمزه این عبارت رو دارن: تبده او بل احسانین. اما تو همین بیان امام سجاد هست، اصلا تو به احسان نعمتاتو شروع میکنی. به احسان یعنی که بابت هیچی، همینجوری. و شما نگاه کنید همینجا هست یا نه؟ من و شما چه استحقاقی داریم که خدا این همه بهمون نعمت داد؟ این چشم میلیون ها میلیارد ها میارزه، مفت و مجانی بده. زبان، گوش، همه اینا عقل، یه جو عقل داده، ازش کار نمیکشیم. چون نگاه کن این همه نعمت. اینجا امام همینو میگن به خدای تعالی، میگن تو همینجوری شروع کردی، بابت چیزی شروع نکرده بودی که. اصلا تو اهلت اهل التقوا و اهل المغفره، اصلا تو اهل احسانی که تازگی نداره. من که نمیم میشتم در برابر یه کسی یه چیزی بگم که حالا بی سابقه باشه کارش. خیلی خوش سابقه ای خدایا. میخونم ببینید: ولکن المکفینا و علمنا به انک لا تصرفنا عنک. علم ما به تو اینه، اصلا ما اینجور شناختیم تو را، و علم تو به ما اینه که لا تصرفنا عنک، تو ما را ول نمی کنی، رها نمی کنی، اصلا خودت شروع کردی. و این کنا غیر مستوجبین لرحمتک، گرچه ما اصلا مستوجب رحمت تو نبودیم. فانت اهل ان تجود علینا، تو اهل ای کارایی که بر ما جود میکنی، بخشش میکنی، بزرگی آقایی میکنی، نه به ما. و علی المذنبین، به فضل سعتک، حتی به گناهکارا، به اونام مهربونی میکنی، اونا رو هم دوست داری، اونا رو هم تو به فضل سعتک، بخشش و سعه وسعت میدی، بر مبنای فضل، یعنی بر مبنای هیچی. یعنی من شما رو احترام میکنم به حساب آقاتون، پدرتون، حساب علمتون، حساب تقواتون، حساب رفاقتمون، حساب... نه، بی حساب. خب وقتی ایتونه ممنون علینا، منت بگذار بر ما، به ما انت اهلو، به چیزی که خودت سزاواری، نه اون چیزی که ما سزاواری. ما آدم های بخیل، زود رنج. یکی دیر به مون سلام کنه، باره بینه حالیش نی، دیدی؟ من یادمه ما اینی، دیر طرف احترام کنه، دیر، حالا حق یا حقش کمال کار ندارم، اما خدا که اینجوری نیست. خدا فرعونم را میده، صدامم را میده، میگه تو بیا، تو بیا، من اگر را ندارم. نمونه هاشون شما در بین اهل بیت دیدید، رفتارشون. امام مجتبی طرف اومده بود توهین داشت میکرد تون تون، پرسید حسن ابن علی کی؟ اصلا فهم خودم. وقتی شناخت بیشتر، از شام پول گرفته بود از معاویه که بیا توهین کنه. حضرت من خونه ما آماده است، تو هم را دور پیداست از سر و صورتت، را دور اومدی خسته اینا.
بیا بریم، استبل خوبی داریم، مضیف خوبی داریم، محل مهمان نواز خوبی هستیم. یه مقداری طوری بردنش تو، اسبو پارک کرد و اومد نشست تو اتاق. یه چرت خوابید پاشو دید عجب ما با کی طرفیم هست. دیدید دیگه، شنیدید. بعدش وقتی اومد بره گفت اگر یک دشمن در دنیا در مدینه می داشتی اون من بودم. وقتی اومد الان اگر یک دوست داشته باشه اون منه. نوع برخورد. ومنون علینا به ما انت اهلو و جد علینا به فضل احسانک، به اون فضلت و اون احسانت که بدون مقدمه شروع میکنی با ما لطف کن. فانا محتاجون الى نیلک، ما محتاجیم به اینکه برسیم به تو، به اینکه تو به ما بدی، تو ما رو راه بیاندازی، رها نکنی، نیمه راه بین راه درمونده نشی. اینجا چند تا فراز داشت، یکیش تکیهشون به علم خودشونه، یکی به علم الهی. علم ما به خودمون خیلیه دوستان، خودمون ما میدونیم، گاهی میگیم که طرف بی خود میگه، اما میدونیم خودمون بی خود میگه. خدای تعالی این شعور رو به ما داده، این عقل رو داده. همون موقعی هم که ظالمین میفهمیم ظلم میکنیم. درباره فرعون هست، ظلمن و علوا برخورد میکرد در حالی که وستیقنت ها انفسه هم، خودش یقین داشت که چی کار داره میکنه. میفهمید، میفهمید نباید بچه ها رو سر ببره. ان الانسان علی نفسه بصیره، در سوره مورکه قیامته، میگه انسان به خودش بصیره، بیناست، خودشو میشناسه. چند وقت پیش یکی از آقایون رفته بود در ملاقاتی به محضر مبارک مقام ولایت فقیه، یه بحث رو مطرح کرده بود. حضرت آقا فرموده بودن که من در انتخابات و در به اصطلاح دوران فتنه درباره بصیرت و بی بصیرت ها و اینا صحبت کردم. خودش بر من تعریف میکرد، میگه منظورشون من بودم، میخواستن بگن تو بی بصیرتی. من چیزی شدم که چقدر آدم زود خودش میفهمه. گرچه اگه من بهش بگم بی بصیرت بعدش میاد، اما خودش وقتی کلای خودش رو قاضی میکنه میگه من بودم، به من میگفت، منو میگه بی بصیرت. و واقعا همینجوره. البته اینو بدونید، اگر انسان به گناه آلوده شد 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 آساسه عادی میشه برای آدم. دوزا روزای اول عرق میکنن، عرق دوزی سختشه، اما آرام آرام دیگه وقتی شد شغلش وقتی عوض میشه. که میگن وجدان درد میگیره آدم، وجدان تا یه اندازه ای فعاله، در یه زمانهای آرام آرام دیگه انگار میمیره. همین که عوام میگن بی وجدانه، دیگه انگار کسی نیست بهش بگه چرا. ولی قرآن میفرماد ان الانسان علی نفسه بصیرتون، انسان خودش به خودش بیناست، میدونه چی کار میکنه. بل الانسان علی نفسه بصیرتون، آیه 14 سوره قیامت. حتی میفهمیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا جزای خوبی جز خوبیه؟ میفهمیم. بچه هایی که درس نمیخونن نمره میخوان میدونن بی خود میگن. کسانی که به اشتباه جایزشون میدند خودش میفهمه حق من نبود. از کارهای کوچیک شروع کنید بیاید بالا.
یعنی تو خونتون با بچه هاتون تمرین کنید، با خانومتون. اگه دیدی درست میگه بگو تو درست میگه، من اشتباه کنم. تا جاهای بزرگتر بتونی. دیدی امام در موضع قدرت فرمود من ما 3 بار اشتباه کردیم و گفت. این قدرت آدمه، مسلط بر نفسشه. بگه نه آدم زیر بار نمیره. حضرت آقا درباره ازدیاد جمعیت یادتونه توبه کردن، در حالی که خودشون میفهمند من 1 بار هم تبلیغ این کار نکردم که بچه کم تر و اینها. گناه نکرده توبه میکنه، اونا که کردن توبه نمیکنن. میدونید اگر این حالت در آدم بمونه حتی در عالم برزخ هم این مشکل هست. یعنی شب اول قبر هم آدم به ملائکه بنا میکنه حرف بی خودی زدن. اینو من نمیدونستم تو همین دعای ابو حمزه هست که امام سجاد میگن که خدایا در عالم برزخ و شب قدرم من اینجور نباشه بخوام همین کاری که اینجا میکنم اونجا بکنم، همین حرفایی که اینجا میزنم اونجا میزنم، مشغول بشم با همونایی که اینجا مشغولم هم اونجا اینجا. دیدید بعضیا گناه ها رو تون تون توجیه میکنن، میگم آقا حجابت درست کن، آقا سخت نگیر، آقا رشوه نخور، نمیشه دیگه آقا ول کن، هر چی میگی یه اشکالی میکنه. میگم میخوام نهی از منکر رو به معروف بکنم، آقا جلو قاچاقا بگید. میگم من گفتم قاچاق چیه، بیان قاچاق کنم. خب بله قاچاقم یه اشتباه، نماز نخوندنم یه اشتباه، رشوه خوری هم یه اشتباه، ساپورت پوشیدن و اینطور هم اومدن هم بیرون یه اشتباه، روز خوری هم یه اشتباه، حق مردم زایه کردن هم یه اشتباه، چند هزار میلیارد دزدیدن و فرار کردن هم اشتباه. کی میگه اینا خوبه؟ همشون معصیت هم. من تو میکنیم تو همه رو جمع کنم، یکی 2 تا 4 تا اولویت بندی کنه آدم وایس پاش. و الا اگه اینطور باشه هر کدوم هر وزیری میارن مجلس شما میتونن آقا حالا دنیا این یکیه فقط؟ نه یکی نیست فقط، ولی همین یکی یکیه هست فقط. مثل جور مریض که میشه چی کار میکنی؟ چشمتو میری پیش چشم پزشک، دندونتو میری دندون پزشک. یکی آقا حالا دندون مهمترین مسئله است؟ نه مهمترین مسئله نیست، ولی یکی از گرفتاری هم دندونمه و درست بشه پام هم درد بکن، کلیم هم اذیت میکنم، قلبم هم درد میکنم. بله اولویت بندی میکنم، اول قلبم رو میرم جمعش میکنم، معدم رو بعد جمعش میکنم، کبدم رو جمعش میکنم، دندونم هم هست، چشم هم هست. آقا جون همین ها باید درست بشه، و واقعا اگه درست نشه نمیرسیم، گیر میکنید دوستان. هست، بگذارید من اینو بگم و جلسه به نظرم آخرمون هم هست، که در قیامت طرف گناه کرده میاد، خب شاهدایی داره. یکی از شواهد ما همین 2 ملکی هم که همراه ما شما نمیبینیمشون، یکیشون خوبی ها رو منویسه، یکیشون بدی ها رو منویسه، روز یه عده یعنی شب یه عده، و جالبه که تکراری هم دیگه نیست، یه همین یه نفر میاد برای من تو روز. طبق روایات آیه قرآن درباره همین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، 2 تا گرامی که می نویسن می دونن اینا چه می کنن، می گن این 2 تا ملکن. خب اینا یاد داشت میکنن، اینا در قیامت میان شهادت میدن، و که میان شهادت بدن ای آقا اینجوری یاد گرفته دیگه، میگه خدا اینا دروغ میگن. ملائکه دروغ میگن. وی خدا چقدر بزرگه، ملکی که امروز صبح میاد تا شوم دیگه شب هم نمیاد، شب عوض میشه، تکراری نیست، فردا دیگه این نمیاد، برای اینه که میخواد خدا آبروی این بنده نره. یهو این اگه ای هر روی گناه رو میکنه خیال کنه همین امروز ما دروغ گفتیم،
همین امروز ما نمازمون خراب شد. واقعا سزاوار نیست آدم معصیت ای خدا رو بکنه. وقتی آدم خدا رو قبول نداره، خب حالا بیا بشین بحث کلامی میکنیم. اما من که خدا رو قبول دارم، چرا لایی میکشم؟ چرا شل کن صف کن میکنم؟ چرا یه رو آره یه رو نه؟ یکی از اونایی که شهادت میده بدن خود آدم صریح قرآنه، یا اومد تشهد و روزی میاد که شهادت میده بر علیه اینها دست و پا و لمه شهدتم علینا؟ قالوا لجلودهم، به پوستشون میگن لمه شهدتم علینا، چرا شهادت میدید بر علیه من؟ و الان خودم داغون میشم. قالوا انتقن الله الذي انتقى كل شيء، میگه اون چیزی که هر چیز رو به نطق میاره منو به نطق آورده، من کاری نیستم. میگه اینم دروغون. زمین شهادت میده، میگه اینم دروغون. یومئذ تحدث اخبارها، در اون روز زمین خبرها شده. امام و رسول هم که دیده و شاهد عمل آدمه، امام آدم هم میاد میگه حالا میگه آقای امام عصر هم دروغ میگه. خطاب میشه فلانی خودم هم دیدم، میگه تو هم دروغ میگی، فقط یه نفر راست میگه، اونم من. اومدی بری زد تو ماشین تو، آنم میپری پای فوش میدی. صبر کن، شاید تو مقصر بودی. ببینیم کی مقصر. اگه تو مقصر باشی بدهکاری باید بدی، ولو تو زور بشی دین گردن تو باید بری پیداش کنی. الان اگه یه عذرخواهی بکنه آنن میگذره، اما اگه تندی کردی اونم باید تو رو دیدم. من میرفتیم بریم جلسه مشاوره بود، میخواستم چند تا دعوا بود بریم حل کن. راننده ای که داشت میرفت همطور میرفتیم، خیلی بغل ماشین رو گرفته بود، یه ماشینی خانمی در ماشین رو بکرد خورد به ماشین رو قبراق. حالا اون زن ضعیفه، این مرد رو قوی من دارم، یه مرتبه در رو بکرد که مگه کوری؟ گفتم سب کن سب، بیا تو بیا تو کارت دارم، بیا تو بیا تو. گفتم میری پایین از خانم عذرخواهی میکن. اولا سرعت زیاد بود، بعدم تو زیاد کنار رفتی. از کجا او اشتباه کرده؟ اگه خیلی طلبکاری صبر کن پلیس بیا. آقا پلیس گفت تقصیر هر کی که گفت همون پولشه. یهو اوف کرد جوشش اومد پایین، آمد پایین گفت خانم حاج آقا میگه من اشتباه کردم. خانم گفت نه آقا من اشتباه کردم، من نباید دارم میکردم. هیچی اون میگه من اشتباه کردم، اون میگه من اشتباه کردم. به قوله اون گفت حالا پیدا کن پرتقال فروش ها. هر کسی حالا اگه برعکسش بود چی؟ واقعا مردم دعوا نمی کنن با تو، درگیر نمیشن با تو. اگه درست برخورد کنیم، آدم خوش اخلاق اول خودش کیف اخلاقش رو میکنه بعد دیگران. من اول خودم لذت میبرم از اخلاق خودم، بعد زنم، بعد شاگردم، بعد استادم، بعد همکارم، بعد دوستم، حتی بعد دشمنم. اونم فیض میبره چون من اونم رو لج نمیدازم. ما بعضی اون خوشمون میاد اصلا اشتباه. نه آقا خدای تو همه چی به ما دادیم و جز بندگی کار دیگه نباید میکردیم. اشتباه کرد. فکر میکنه خدا اون موقع با شما رو جهنم میبره؟ کسی که توبه میکنه جهنم میره؟ جهنم مال توبه کننده نیست. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خدا اینا که توبه خیلی میکنن دوست داره، نمیگه اینا که خیلی گناه نمیکنن، اینا خیلی توبه میکنن تون تو عذرخواهی میکنن. خدا ببخش. این هم نشد بنده ایکی.
این هم نشد. خدایا دم غروب ما گشنگی خوردیم اما این هم نشد روزه با نه؟ زبونم هم باید میپاییدم، چشمم هم باید مواظبت میکردم، نکردم. بس دیگه خوبی کنید. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ پاداش احسان جز احسان است؟ نه. میفهمیم اینا رو؟ اینا چیزای آسونه، به نظر من فوق العاده آسونه. یه ذره آدم با تأمل به اینها نگاه کنه رفتارش تنظیم میشه با دیگران، به ویژه با اونایی که گاهی از اوقات سنشون کمتره. ما به خودمون اجازه میدیم گاهی چون من بزرگترم، چون باسوادترم، چون ملاترم، چون قدرتم بیشتره، گاهی به خودم اجازه میدم. این اجازه ها رو به خودتون ندید. نه آقا، بزرگی به سن نیست، بزرگی به پول نیست، بزرگی به مقام نیست، به درست عمل کردنه. تو کی درست عمل کنه؟ که ممکنه طرف کوچیک باشه و خوب عمل کنه. عملتون رو امام میگن من میدونم تو را، سابقه دستمه، به هیچی لطف میکنی. حالا که من عذرخواهی میکنم یعنی جواب نمیدی؟ محاله. توبه کنی. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال واتوب إليك. زهرچه غير يار استغفر الله، زبود مستعار استغفر الله. وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ضليل. خاضع خاشع فقير مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. نمیدونم میدونید یا نه، وقتی استغفار بکنی قبلش او تو رو صدا زده، میگه یا عیسی کم اطیل النظر والخلق لا یرجعون. ای عیسی چقدر طولانی به راه نگاه کنم و این مردم بر نمیگردن. دیدی پدری که مادری که بچهش خراب میشه چقدر دل میسوزونه؟ حتی دیگرانو میبینه میگه برید باهاش حرف بزنید، نمیخوام از بین بره. ماه به این خوبی آفرید، رسول خدا آفرید، انبیا رو آفرید، بیاین بگن بیایید با خدا آشتی کنید، راه اینه چاه اونه. مبشرن و نظیران هستن،
خدا نفخ میدیم، هر بارم که گناه کردیم نه از سر معاندت و دشمنی با تو، از سر جهالت و نادانی بود. حسینم ای حسینم، ای حسین جان عزیزم، ای حسینم، زده بودن پیامبر زخمی شده بود، جبرئیل نازل شد، هرچه بخواهی با این امت میکنم. فرمود خودت میگی یا به اذن خدا؟ گفت نه، فرمان از بالاست. گفت نه، این قومی لا یعلمون، قوم من جاهلن، نمیدونن. جدی نگیری. حسین به تک تک اصحاب میگفت برید با اینا حرف بزنید. هر کدام آبروی داشتن، حرمتی داشتن، شاید بیدارشن. کشتن امام امر بازی چه نیست. حسین جان، حسین جان، نمیدونم میدونید یا نه، در کربلا حسین قرآن هم آورد، مردم رو به قرآن قسم داد. آی وقتی نشد تو ببین شیرخوار خم رو دست آقا، الا ترحم هذا الرضيع، آیا به این شیرخواره رحم نمی کنید؟ الا ترون، مگه نمی بینید؟ کیف یتلظا عطشا، بچم داره از تشنگی تلظی می کنه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. نسألك اللهم وندعوك يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. خدایا به حرمت حسین همه ما حسینی قرار بده، در دنیا و آخرت دست ما از دامن اهل بیت آقا حسین جدا مکن، اسلام و مسلمین یاری کن، به محمد و آل محمد ظهور آقا نزدیک کن، رهبر عزیزمون حفظ کن، حسن عاقبت در که شهادت روزیمون بفرما، به محمد و آل محمد مرضای اسلام شفای عاجل عنایت فرما.
اللهم صل على محمد وآل محمد.